برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو همراه من هست. مراد، حالا که ظاهرا در آستانه نهایی کردن توافق ایران و آمریکا هستیم، در تهران شاهد یک جنگ لفظی شدید بین وزیر خارجه و مدیر روزنامه کیهان هستیم. موضع خامنه‌ای به کدام یک از این طرف‌ها نزدیک‌تر؟ خب همه میدونن در تهران در پرونده هسته‌ای تصمیم گیرنده اصلی شخص علی خامنه‌ایه، نه حسین شریعت مداری، نه حسین امیر عبداللهیان. دلیل اینه که این اختلاف به وجود اومده، من اگه بخوام از یک تمثیل استفاده کنم و قصد توهینم ندارم، مثل خیمه شب بازی میمونه. بند و نخ هر دو عروسک، یعنی وزیر خارجه و مدیر کیهان، دست آقای خامنه‌ایه. وزیر خارجه منصوب مستقیم آقای خامنه ایه، رئیس جمهور خیلی در انتصابش کاری نیست. مدیر روزنامه کیهان که اصلا منصوب مستقیم علی خامنه ای و نماینده ولی فقیه در اونجاست. و این دوتا تفاوت دیدگاهی که هست، دلیلش این هست که جمهوری اسلامی نتونسته سپاه پاسداران رو از فهرست تروریستی خارج کنه و مثل همیشه میخوان وزیر خارجه رو قربانی کنن. قبلا که برجام بود گفتن تقصیر ظریف بوده، حالا هم که نتونستن سپاه پاسداران رو از فهرست تروریستی خارج کنن، میگن وزیر خارجه. هدف اصلی اینه که اون فشاری رو که از فضای داخلی به شخص علی خامنه‌ای خواهد اومد بندازن گردن وزیر خارجه. چون اگر سپاه از فهرست تروریستی خارج نشه و توافق کنن، در واقع علی خامنه‌ای چنین تصمیمی گرفته. و موقع آقای خامنه‌ای چنین تصمیمی گرفته، نمیخوان در داخل به اسم آقای خامنه‌ای تموم بشه، میخوان به اسم وزیر خارجه تموم بشه. به همین دلیل به کیهان ماموریت دادن که به وزیر خارجه حمله کن، بگو تو برای توافق داری سپاه و امنیت کشور با آمریکایی‌ها تاخت می‌زنی. مراد، در چنین شرایطی و در میانه این جنجال‌ها، انریکه مورا فرستاده اروپا قراره که امروز با مقامات ایرانی دیدار کنه، در این مورد بگو. ظاهر اولش خیلی خنده‌دار به نظر میرسه که انریکه مورا امروز می‌خواد مذاکره کنه در تهران با این جنجال. معلوم نیست که بالاخره کار دست امیر عبداللهیان یا کار دست مدیر کیهانه. البته خود اروپایی ها و آمریکایی ها میدونن کار دست کیه، میدونن نه امیر عبداللهیان تصمیم نهایی رو میگیره، نه حسین شریعت‌مداری، و تصمیم اصلی با آقای خامنه ایه. انریکه مورا با امیر عبداللهیان تعیین تکلیف نمیکنن. این توافق بین جو بایدن و بین علی خامنه ای هست. آقای خامنه ای به این توافق نیاز داره و ظاهرا داره این توافق رو میکنه. جو بایدن هم به این توافق نیاز داره و داره این توافق رو میکنه. برای آقای خامنه ای مزیتش اینه که یک توافق میکنه، 80 تا 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده میگیره، بدون اینکه از آمریکا ستیزی دست برداره، بدون اینکه از اسرائیل ستیزی دست برداره، بدون اینکه از برنامه موشکی دست برداره و بدون اینکه سیاست منطقه‌ایش تغییر بده. برای جو بایدن هم امتیاز اینه که برجامی رو که در دوره اوباما بود و ترامپ خارج شده بود احیا میکنه، میراث دموکرات‌ها رو. و دوم اینه که رابرت مالی رئیس تیم مذاکره کننده آمریکا انگیزه شخصی داره، چون از تینگ تنگ و پژوهشکده میاد که برجام در تینگ تنگ اونها پخته شده و درفت و پیشنهاد اونها بوده. بایدن و علی خامنه ای به این نیاز دارند و به همین دلیل فکر میکنم توافق رو به احتمال بسیار زیاد خواهند کرد.